تیتر اول امشب خبر فوری وال استریت ژورنال از برنامه مشترک تهران و مسکو برای ساخت تأسیسات تولید پهپاد در روسیه خبر داد. این گزارش میگه این تأسیسات توانایی ساخت 6000 پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین رو داره. نتانیاهو میگه اروپا به همسویی با اسرائیل در مورد ایران نزدیکتر شده. همزمان جوزف بورل گفت مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی کاملا متوقف شده اما هنوز نمرده. واکنش ها به پیام میرحسین موسوی درباره عبور از جمهوری اسلامی، 7 زندانی سیاسی از پیشنهاداتش حمایت کردند. همزمان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین به شکست اصلاحات اعتراف کرد و گفت مردم حق دارند مثل نظام از اون هم ناامید بشن. و دولت بایدن بالون جاسوسی چینی رو پایین کشید. بالون برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه FBI منتقل شد. امشب میبینیم این بالون چه بود، از کجا آمد و چطور سرنگون شد. به تیتر اول خوش اومدید.